عناوین خبرها: اتحادیه اروپا مذاکرات احیای بردام شاید هرگز به سرانجام نرسد. کیسه کشیدن امام رضا در حمام از زبان یک آخوند. دین بازیچه نادانان و جاهلان. کنکور: سوالات اشتباهی و فروش جوابها حق دانش آموزان، بازیچه سودجویی. ایران مستعمره پوتین: مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران برای پاسخگویی به پوتین به مسکو رفت. و آمریکا 12 شرکت چینی را به دلیل همکاری با ایران در فهرست محدودیت صادراتی قرار داد. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. اتحادیه اروپا مذاکرات احیای برجام شاید هرگز به سرانجام نرسد. مقام ارشد آمریکایی: دوحه را میتوان در بهترین حالت به درجا زدن و در بدترین حالت به عقبگرد تعبیر کرد. اتحادیه اروپا میگوید روند احیای توافق هسته‌ای 2015 با ایران ممکن است هرگز به سرانجام نرسد و ایالات متحده میگوید بعد از شکست مذاکرات دوحه احتمال احیای توافق اتمی بسیار ضعیف‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پنجشنبه 3 ژوئن، یک روز بعد از پایان بی‌نتیجه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در دوحه، پایتخت قطر، بامیانجیگری اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاسی برای رسیدگی به پرونده اتمی ایران برگزار کرد. سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل اعلام کرد: نگران این هستم که مذاکرات احیای برجام هرگز به سرانجام نرسد. پیام من به ایران این است: از این فرصت استفاده کنید و توافق را بر اساس متنی که روی میز است به انجام برسانید. یک مقام ارشد آمریکایی هم که خواست نامش فاش نشود در این باره به رویترز گفت: چشم انداز توافق با ایران بعد از نشست دوحه بدتر از قبل است و روز به روز هم بدتر می شود. وی افزود: دوحه را می توان در بهترین حالت به درجا زدن و در بدترین حالت به عقبگرد تعبیر کرد، اما از منظر عملی درجا زدن در این مرحله معادل همان عقبگرد کردن است. این مقام ارشد آمریکایی استدلال تهران مبنی بر اینکه واشنگتن مقصر عدم پیشرفت مذاکرات است را رد کرد و گفت ایالات متحده به تغییرات پیشنهادی اتحادیه اروپا در متن توافقی که در مذاکرات گسترده تر در ماه مارس به دست آمد پاسخ مثبت داده، در حالی که ایران این پیشنهادها را رد کرده است. به گفته وی، خواسته های مبهم ایرانی ها، طرح دوباره مسائل حل شده و درخواست هایی که به وضوح با برجام مرتبط نیستند، همگی به ما نشان می دهند که بحث واقعی برای حل اختلافات باقی مانده بین ایران و آمریکا نیست، بلکه بین ایران و ایران است. این مقام ارشد آمریکایی در گفتگوی خود با رویترز نتیجه گرفت: در این مرحله ای که هستیم، من واقعا مطمئن نیستم که آیا ایرانی ها می دانند بیشتر از این چه می خواهند. آنها در دوحه هیچ جزئیاتی ارائه ندادند. کیسه کشیدن امام رضا از زبان یک آخونده جاهل. آخوندی تعریف میکنه که شخصی میخواسته به زیارت امام رضا بره و اون میگه که قبل از زیارت به حمام برم که تمیز باشم. وقتی به حمام میرود، امام رضا در حمام کمرش را کیسه میکشد و میگوید بنشین، هنوز کیسه پشتت تمام نشده. ایشونم خیلی باحال اومد پشت من کیسه کشیدم، چون برو سمت راست بالا. ایول که هر کی وارد حمام میشد یه سلام گرمی به این آقا و یه سلام سردی به من، و یه نفر اومد و به این آقا گفت السلام علیک یا علی ابن مسعود. فهمیدم خود امام رضا. بلند شدم همینجوری که گریه میکردم، آقا شرمندم. حضرت لبخندی زدن به من، گفتن به حق او امامی که به گردنت دارم بشین، هنوز کیسه پشت تموم نشده. و من نشستم و گریه کنان، آقا پشت من کیسه نشد. آقا شرمندم، ولی سم چپ بود. چقدر آقامون با تواضع. امام رضا یا با تواضع باشید. کنکور: سوالات اشتباهی و فروش جوابها حق دانش آموزان، بازیچه سودجویی.
دیروز جمعه 10 تیر سازمان سنجش در حرکتی شگفت‌آور به خاطر مشکلی که در سیستمش به وجود آمده رشته کنکور هزاران نفر را اشتباه ثبت کرده و داوطلبان را مجبور کرده آزمون همان رشته اشتباه را بدهند. برای مثال کسی که مدت‌ها برای کنکور انسانی درس خوانده و تلاش کرده در روز کنکور مجبور شدند آزمون ریاضی بدهد. داوطلبان در اعتراض به این اشتباه جلوی سازمان سنجش تجمع کرده و این سازمان در پاسخ به نگرانی آنها نسبت به آیندهشان و به جای تلاش برای جبران این اشتباه برای داوطلبان معترض نیروی سرکوبگر فرستاده. داوطلبان و خانواده‌هایشان در جلوی سازمان سنجش در تهران امروز دست به تجمع اعتراضی زدند که با حضور نیروهای سرکوب همراه شد. دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: تا که می‌خواهید حق صدها هزار دانش آموز را بازیچه سودجویی و دزدی خودتان کنید، از لو رفتن سوالات کنکور سراسری تجربی تا اشتباهات عجیب و غریب سازمان سنجش، بیش از صدها هزار دانش آموز داوطلب کنکور سراسری امسال تنها مشکلشان فشار شدید برآمده از قبولی در کنکور و معضلات این حوزه نبود. هرچند که مشکلات در این زمینه بسیار است، اما اجالتاً از بحث کنکور و مافیای آن عبور می‌کنیم تا به اعتراضات این روزهای دانش آموزان و خانواده‌هایشان برسیم. در جریان برگزاری کنکور سراسری امسال دو واقعه غیر قابل بخشش رخ داد، یکی لو رفتن سوالات کنکور تجربی و دیگری ملزم کردن تعداد زیادی از دانش آموزان به شرکت در آزمون کنکور رشته‌ای به غیر از آنچه که درسش را خواندند، آن هم به دلیل خطای سیستمی. در راستای اعتراض به این وضعیت افتضاحی که سازمان سنجش و آموزش کشور به بار آورده، از دانش آموزان، معلمان، خانواده‌های آنان و حتی دانش آموزان سایر مقاطع دعوت می‌کنیم به این اعتراضات پیوسته و وسیعا نسبت به اقدامات خصمانه سازمان سنجش علیه دانش آموزان اعتراض کنند. ایران مستعمره پوتین. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در مسکو با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و با معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده است. حساب کاربری رسمی نمایندگی روسیه در وین در توییتی نوشته است: علی باقری کنی روز جمعه با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در مسکو دیدار کرده است. میخائیل اولیانوف نیز در توییتی در همین رابطه در حساب توییتری خود نوشت که در این دیدار مقام‌های روس تبادل نظر بسیار حرفه‌ای در خصوص وضعیت فعلی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و چشم‌انداز گفتگوهای وین با علی باقری کنی و هیئت ایران داشتند. میخائیل اولیانوف تصریح کرده: به رغم همه مشکلات، توافق هسته‌ای برجام همچنان قابل احیاست. نماینده روسیه در ادامه گفته است: برای تحقق این امر آمریکا باید انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهد. سفر باقری کنی به روسیه دو روز بعد از مذاکرات بی‌نتیجه غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. به دنبال ناکامی در این دور از مذاکرات در دوحه روز جمعه، دیپلمات‌های غربی گفتند که تلاش‌ها برای احیای برجام احتمالاً بعد از سفر جو بایدن به خاورمیانه در اواسط ماه ژوئیه اثر گرفته می‌شود. این در حالی است که یک مقام ارشد آمریکایی پیشتر به رویترز گفته بود که بعد از مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه که بدون نتیجه به پایان رسید، شانس احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام کمتر شده. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت که چشم‌انداز توافق بعد از دوحه بدتر از قبل از آن است و روز به روز هم بدتر خواهد شد. پیش از این مذاکرات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داده بود که روسیه به مخالفت خود با احیای برجام پایان داده است. آمریکا 12 شرکت چینی را به دلیل همکاری با ایران در فهرست محدودیت صادراتی قرار داد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده که نام 12 شرکت مستقر در چین را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران در فهرست شرکت‌هایی که برای آنها محدودیت صادراتی وضع می‌شود قرار داد. به گزارش روز پنجشنبه روزنامه رسمی دولت آمریکا فدرال ریجستر، این 12 شرکت مستقر در چین با اقدامات فریبکارانه قطعات
الکترونیکی با منشأ آمریکا را به ایران صادر کرده که در نهایت باعث حمایت از بخش نظامی ایران میشد. وزارت بازرگانی آمریکا میگوید این شرکت‌ها در فهرست سیاه این وزارتخانه قرار گرفته‌اند. وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت‌ها را به فعالیت‌های در مغایرت با امنیت ملی و منافع سیاست خارجی این کشور متهم کرده. اداره امنیت صنعت وزارت بازرگانی آمریکا مسئولیت نظارت، بررسی و اضافه کردن نام شرکت‌ها به این فهرست را بر عهده دارد. صادرات محصولات آمریکایی به شرکت‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند ممنوع است و برای خرید یا صادرات کالاهای خاص به مجوز ویژه نیاز دارند.